سلام دکتر علیان هستم. یکی از مسائلی که الان جامعه داره باش درگیر میشه مسائل مشکلاتی هستش که در جامعه دیده میشه به صورت کمبودهای مالی، مشکلات اقتصادی، مشکلات از دست دادن کار و مسائل ثانویه‌ای که بعد از این مسائل اشخاص باهاش روبرو میشن. یکی از چیزایی که به نظر من رسید در باید صحبت کنیم اینه که در نظر داشته باشیم که استرس و مشکلات روزمره و مشکلات اطراف ما به صورت اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی که الان بیشتر به صورت اقتصادی و اجتماعی تحت فشار قرار داده ما رو، میتونه باعث تغییراتی بشه در رابطه ما با روز و شبمون و اطرافیانمون که ناخودآگاه ما ممکنه توجه نداشته باشیم بهش، ولی به صور مختلف مسائلی ایجاد بکنه که موقعیت کنونی ما رو بیشتر به خطر بندازه و مشکلاتمون رو بیشتر کنه. حالا اگه توجه داشته باشیم به این مسئله، بهتر میتونیم که با این مسائلی که برخورد میکنیم روبرو بشیم و مواظب باشیم که صدمه بیشتری نخوریم. اول از همه باید توجه داشته باشیم که مشکلاتی که به صورت نهادی و ژنتیک و فیزیولوژیک و بیولوژیک ما بهش حساسیت داریم به صورت همیشگی در ما هست. مثلا اگه یک کسی حساسیت بیشتری داره نسبت به این که افسردگی پیدا بکنه، بیماری های دو قطبی داشته باشه، ناراحتی های وسواس داشته باشه، مشکلات مربوط به استراب، مسائل تغییرات هورمونی داشته باشه، با تغییراتی که ایجاد میشه در اطراف ما و در محیط ما این مسائل تشدید پیدا میکنه. به خاطر همین این روزا در سال 2009 که مشکلات همینطوری داره بیشتر و بیشتر میشه از نظر بیکاری و مسائل کار و مشکلات مردم، اصولاً تغییراتی که هممون به صورت نهادی از اول داشتیم الان میتونه تشدید بشه. یکی از مشکلاتی که از مسائل خانواده، روابط زن و شوهر، روابط دوستان، روابط کارفرما و کارگراش، رابطه رئیس و امپلویاش و اینکه واسش کار میکنن، به طور کلی در حال حاضر یک درجه ای ما داشتیم که میتونستیم مثلا عصبانیت ما درجه حرارت که بیام بگیریم، دیدیم که درجه عصبانیت اجتماعی به طور کلی بیشتر. یعنی توجه بکنیم تو رانندگی دور و برمون چجوری مردم با مسائل روبرو میشن، تغییراتی که میخوام با یکی صحبت بکنن با برخورد به مانع چطوری باش روبرو میشن، چطوری باش رفتار میکنن، این حساسیت و درجه عصبانیت نشون میده که زیاد شده. مثلا درجه عصبانیت که زیاد میشه به طور کلی مسائل میبینیم بیشتر میشه. میبینیم اگه یکی رو بیرون کردن از سر کار، رفته خودش رو 4 تا 5 تا بچه و زنش با هم دیگه همه رو کشتن. میبینیم که سیستم های اجتماعی، اقتصادی، دزدی، حالت های تهاجمی بیشتره. میبینیم که لجبازی ها بیشتر میشه. میبینیم مشکلات این که همه به طور کلی یه مقداری حالت دفاعی تر دارن بیشتر میشه. اصولا پس این یه مسئله به صورت عمومی هستش که ایجاد میشه. مطلب در سطحی که این داره پیش میره، بعد ناراحتی که ممکنه به صورت استرس، تغییراتی که استرس و تحریک و فشار اجتماعی رو ما بیشتر میاد، اثراتی میتونه بذاره که بیماری های دو قطبی، بیماری های بایپولار، بیماری های وسواس، بیماری های
استرابی، بیماری افسردگی، بیماری شخصیتی اصولا تشدید میشن. بعد میبینیم که این سیر این مسئله تغییر ادامه پیدا میکنه و به همه سرایت میکنه. اصولا کسایی که ممکنه خیلی پسیو باشن، خیلی درونگرا هستن، در اصولا درونگراتر میشن. کسایی که انفجاری هستن، عصبانی هستن، ممکنه بیشتر مورد فشار قرار بگیرن. کاری هم نداره که شما فقط خیلی کم پول باشی که بتونی این رو دست بزنی. اون بسیار بسیار موثره، منتها در هر سطحی میتونه که این ضربه اقتصادی بخوره. و اگه ما خودمونم وضعمون خیلی عالیه، مثلا وقتی داریم راه میریم تو خیابون، اگه برخورد بکنیم با کسی که بیشتر عصبانیه، بالاخره تغییر و اثرش رو ما خواهد بود. پس به این صورت این تنها یک مسئله بینشی هستش که خواستم در میون بذارم. منتها چیزی که باید توجه داشت اینه که در روابطمون اگه یادمون بمونه که هر روز که از خواب پا میشیم به خودمون بتونیم اینو بگیم، یه جایی بذاریم نگاه بکنیم ببینیم که مسائل اجتماعی دور و بر ما تشدید کننده حال روحی ماست. به همین صورت تغییرات خواب، تغییرات خوراک، تغییرات کانسنتریشن، مشکلات، همه اینا ممکنه که تشدید پیدا بکنه. و بهترین راهی که باید بهش توجه کرد اینه که اول از همه سیستم خواب و خوابیدن رو کنترل کرد. یکی از مسائل پیشگیری کننده از بسیاری از مشکلات که میتونه باعث بشه که مشکلات بیشتر تشدید بشن و بیشتر بشن اینه که اولین اتفاقی میفته خواب به هم میریزه. به همین صورت باید حتما خواب منظم نگه داشت. خواب منظم وقتی نگه بداریم اون خستگی و اون فشاری که در روز اومده کنترل میشه و یه سری از بیماریایی که تغییر خواب درشون باعث به هم ریختگی زندگی به طور کلی میشه میتونیم کنترلش بکنیم. اگر سوال یا مسئله باشه میتونید با من تماس بگیرید 273-11-31 خود 310 و ایمیل من هستش ahaddians@aol.com و وبسایت هم که www.ahaddianmd.com هستش میتونید مراجعه بکنید. مرسی، خداحافظ.